سلام به بینندگان و شنوندگان بی بی سی فارسی، نادر سلطانپور هستم. پنجشنبه شبتون بخیر. ایران اتهامات آمریکا را نخنما توصیف کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه در واکنش به دور تازه‌ای از تهدیدهای آمریکا گفت این کشور باید مسیرش را عوض کند و به تعهدات خودش پایبند بماند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تهران را به فعالیت‌های تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرده. او در یک کنفرانس خبری گفت توافق هسته‌ای با ایران خطرات جدی دیگری را که سیاست‌های این کشور می‌تواند باعث شود نادیده گرفته. از نیویورک بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. تند و تیز شدن زبان و لحن وزیر خارجه آمریکا از اتهام‌های آشنا به مقام‌های تهران و وعده که این بار آنچه را مشکل ایران خواند در همین دولت حل کند و برای دولت بعدی به ارث نگذارد تا اعلام دوره 90 روزه مرور بر سیاست ها در برابر ایران. ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. مناقشه های مختلف را تشدید کرده و به منافع آمریکا در یمن، سوریه، عراق و لبنان ضربه زده و همچنان از حملات به اسرائیل حمایت می کند. همه اینها همزمان با اذعان همراه با اکراه به اینکه ایران به همه مفاد برجام پایبند مانده. بسیاری از کارشناسان میگویند این برای دولت ترامپ اعترافی ناخوشایند بوده است و تلاش برای اینکه حالا با سخنان تند بر آن پوشش بگذارد. رکس تیلرسون از یک طرف گفت پس از بررسی تصمیم خواهند گرفت با برجام چه کنند، از طرف دیگر نظر منفیش را در مورد آن ابراز کرد. ما برجام را مرور خواهیم کرد، ولی این توافق هدف را تضمین نمی کند. نمونه دیگری از سیاست رشوه دادن به کشوری با بلند پروازی های هسته است که مدت کوتاهی موثر است، ولی مسئولیت حل مشکل را به عهده دولت بعدی می اندازد. انتقاد از تهران و تهدید به اعمال سیاست های سختگیرانه تر و هشدار در مورد کره شمالی شدن ایران اگر آمریکا جلویش نایستد، از سوی دولت ترامپ که هنوز معلوم نیست در عمل با وجود حمایت گسترده جهانی از توافق هسته‌ای چه خواهد کرد. تناقض و پیچیدگی در حرفای سخنگوی کاخ سفید هم مشهود. ما کاملا متوجه پیامدهای منفی احتمالی هر تصمیمی که بگیریم هستیم، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه نظامی. جوانب مثبت و منفیش را پیش از اقدام خواهیم سنجید. آنچه قطعی است در واشنگتن مقامات دولت و اکثر نمایندگان کنگره بر سر برخورد سخت با ایران هم نظرند، اما در مورد شدت و نوع آن و زمانش اختلاف دارند. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. علی واعظ، تحلیلگر ارشد ایران در گروه بین‌المللی بحران، از واشنگتن با ماست. آقای واعظ، وقتی آقای تیلرسون میگه که این بررسی که انجام خواهد شد خیلی فراتر و جامع‌تر از برجام خواهد بود، منظورش چه است دقیقاً؟ چه چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ ببینید، این بررسی که الان به هر حال مدتی است در جریان هست، مربوط به سخنرانی دیروز آقای تیلرسون نیست. یک بررسی کلیه که معمولا دولت‌های جدید در آمریکا در مورد مسائل حساس انجام میدن. سیاست ایران زیر مجموعه سیاست کل خاورمیانه دولت ترامپ خواهد بود و اون وقت برجام زیر مجموعه سیاست ایران خواهد بود. در حال حاضر هنوز به نظر نمیاد استراتژی و راهبرد مدونی دولت ترامپ بهش رسیده باشه در مورد ایران، ولی به هر حال هستند بخشهایی از این سیاست که دارن آشکار میشن و به خصوص در کنگره هم طرفدارای زیادی دارن و به نظر میاد نهایتاً به سمتی پیش خواهیم رفت که دولت ترامپ برجام را حفظ خواهد کرد و به سوی مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای ایران پیش خواهد رفت. و این چه شکل و شمایلی ممکنه به خودش بگیره؟ ببینید، این از دو حال خارج نیست. یک این هست که از سلاح تحریم برای برخورد با سیاست‌های منطقه‌ای ایران استفاده بشه و راه دیگه استفاده محدود از قدرت نظامی آمریکاست برای مقابله با ایران، حالا در صحنه‌های نبردی که در یمن داره صورت می‌گیره، در عراق و سوریه و یا حتی در تنگه هرمز در خلیج فارس، برای اینکه به ایران یک پیامی رسانده بشه و همچنین متحدین منطقه‌ای آمریکا ارضا بشن.
اما در نظر بگیرید که این سیاست یک در واقع تناقض داخلی داره، به این معنا که نمیشه با ایران یک مقابله تمام عیار بر سر سیاست‌های منطقه‌ایش انجام داد و انتظار داشت که برجام به طور کلی از این تنش‌ها مصون بمونه. بنابراین خواه ناخواه ما به سمتی پیش خواهیم رفت که برجام به تدریج دچار یک فرسایش خواهد شد و به هر حال در مرحله‌ای از هم خواهد پاشید اگر در همین مسیر حرکت کنیم. ایران چه کار میتونه بکنه یا چه از دستش برمیاد در چارچوب سیاست‌های حکومت ایران تا بتونه احتمال چنین رویارویی رو کاهش بده؟ ببینید، به هر حال به نظر میاد که حتی در حال حاضر هم ایران دست به عصاتر حرکت میکنه. کمتر خبرهایی مربوط به برخورد ناوگان دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس میشنویم و تستای موشکی کمتر صورت گرفتن. به هر حال به نظر میاد ایران متوجه این بازی که دولت ترامپ دنبالش هست شده، اما خواه ناخواه به علت اینکه استکاک بین دو طرف بسیار زیاد است، من فکر میکنم لازم هست ما به سمت پیش بریم که لااقل در یکی از این صحنه های درگیری، حالا یا در یمن یا در جاهای دیگه، بشه از دامنه تنش ها کم کرد و ایران از این اتحاد منطقه‌ای که داره بر علیه شکل میگیره بین ترکیه، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با همراهی آمریکا، خودش رو از خودش یک نقش سازنده تری بتونه جلوه بده و برای این کار لازم هست که سیاست مدونی در ایران شکل بگیره، چه از لحاظ نحوه بیان سیاست های ایران و چه از لحاظ اقداماتی که ایران انجام میده تا از بدتر شدن این وضع به نحوه احسن جلوگیری بشه. علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران متشکرم از صحبت با ما.